دوستان عزیز سلام، روزتون بخیر و شادی. سارا هستم، در خدمت شما هستیم در برنامه چهار فصل. سلام عزیزان، آرمینه هستم و خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستم همراه سارای عزیز. امروز هم برنامه های متنوعی برای شما عزیزان تدارک دیدیم. جایی نرید، با ما باشید، زود برمیگردیم. خب دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه میخوام راجع به کمبود ویتامین ها صحبت بکنیم. آرمین جان، خیلی هم عالی. و چهره ما میتونه نشون دهنده این باشه که چه ویتامینی در بدن ما کمه. خیلی جالبه ها. اولین چیزی که خیلی شایعه اینه که رنگ پریدگی چهره، صورت ما بعضی وقتا دیدیم رنگ پریده میشه، لب آدم کبود میشه و یا بیشتر احساس خستگی میکنیم، صورت بیجونه. بیجونه اصلا. آره، یا دوست من خیلی جالبه به من میگه صورتت فروغ نداره، فروغ رفته. خلاصه وقتی که فروغ رفته باید بدونیم که ویتامین B12 کم شده. و چطور میتونیم جایگزین بکنیم این ویتامین B12 رو؟ با خوردن جگر، گوشت گاو و لبنیات کمچربی. لبنیات کمچربی باید باشه که اینها میتونه اون ویتامین B رو جبران بکنه. ولی اگر که این چیزام در دست نیست، میتونیم از خود قرص ویتامین B12 استفاده بکنیم. آرمین جان، وقتی که لبهامون رنگ پریده میشه، اون کمبود آهنه. جالب. که ما کمبود آهن رو میتونیم با سبزیهای سبز که مثل اسفناج، خب خیلی مهمه و آهن بسیاری داره، با این سبزی‌های سبز، عدس و شکلات تلخ، یا اینکه شکلات سیاه میگن. شکلات رو نمیدونستم که آهن داره. بله، خود کشمش و اینا میتونه اون آهن رو به بدن ما برسونه، افزایش بده. اگر موهاتون و یا کف سرتون خشک شده، میدونی شوره میزنه، ویتامین B7 و یا بایوتین رو کم داریم که ما اونجا میتونیم برای ترمیم این به از چیز استفاده بکنیم. بازم از جگر، مرغ و برنج قهوه‌ای، برنج قهوه‌ای استفاده بکنیم. براکلی هستش، گل کلم و خود کلم، از اینا میتونیم استفاده بکنیم تا بتونیم اون خشکی رو برسونیم. و تخم مرغ خیلی میتونه کمک بکنه. و پنیر هم که الان اینجا داریم نشون میدیم، پنیر، اینا لبنیات هایی هستن که اون ویتامین رو میتونه به بدن ما برسونه. خیلی عالی و جالب. و یکی دیگه هستش که لثه هامون اگر خون ریزی میکنه، بعض وقتا دیدین همطور مسواک میزنین از لثه ها خون میاد، و وقتی که اون هست ویتامین D کم شده. بدن ما ویتامین D رو تولید نمی‌کنه و ما باید حتما به یه نحوی این ویتامین D رو به بدنمون برسونیم. خب خیلی مشخصه که همه میدونن که از آفتاب میتونیم اینو بگیریم، ولی خب چقدر میتونیم توی آفتاب باشیم؟ و یا بعضی افراد هستن اصلا نمیتونن در طول روز توی آفتاب باشن، کارشون یا جایی که مثل هستن. من. بله، در جای سربسته سالن. منم خودم همینطورم سر کارم که میرم در بس از صبح تا شب توی ساختمون هستم و ویتامین D و از آفتاب نمیتونم بگیرم. پس بهتره که اینو حتما از طریق این ویتامین D رو به خودمون برسونیم. و مهمترینش اینه که بتونیم هر روز یک دونه قرص ویتامین D رو استفاده بکنیم. چقدر این روزا میگنن که حتما ویتامین D قرصا رو بخوریم. بله. مکملای ویتامین D. چون آخر کمبود ویتامین D خیلی خیلی چیزهای دیگه‌ای رو به متاسفانه برای ما به وجود میاره. خستگی‌های
موز اصلا زیادی، یه حالتهای خیلی عجیب هستش، بیماری های مختلف رو متاسفانه از وقتی که ویتامین دی بنز کافی در بدنمون تولید نمیشه. بعد جالبه که میگن کمبود یه نوع ویتامین باعث میشه که ویتامین های دیگه هم جذب نشه. همینه که میگن که در روزانه حتما باید یک دونه قرص مولتی ویتامین که همه ویتامین های خیلی مهم رو که بدن ما احتیاج داره توی این قرص ها هست و بتونیم مثلا روزی یک بار از اونها استفاده بکنیم، خب مسلما خیلی خیلی بهتره. و مورد دیگه ای که خیلی مهمه که همین این کمبود ویتامین دی میتونه روی استخون ها اثر بذاره که خب متاسفانه وقتی که سنمون یک کمی میره بالا، خب این خیلی سخته این جایگزین کردن این، و حتما حتما باید این قرص ها خورده بشه. من خودم هر روز روزی یه دونه کپسول ویتامین دی رو میخورم به خاطر اینکه چون پوکی استخوان ما میتونیم بگیریم از اگر که ویتامین دی در بدنمون نباشه، این پوکی استخوان رو میتونیم بگیریم. و یه طوری هست که باید حتما مطمئن بشیم که ویتامین دی بدنمون کمه و اون فقط با آزمایش خونه. هیچ نوع دیگه نمیتونیم متوجه، حتما آزمایش خون بدیم و متوجه بشین که ویتامین دی بدنتون چطور هستش. اگر مناسبه که خب چه بهتر، اگر به اندازه هست چه بهتر، اگر نیست حتما سعی کنید دوستان عزیز ویتامین دی رو استفاده بکنید و قرصش یا کپسولش رو حتما حتما بخورین روزی یک بار. خیلی هم عالی، خیلی ممنون، چقدر خوب بود راجع به ویتامینا گفتیم و اینکه ما مواظب سلامت خودمون باشیم. هر طور شده خب همین که خداوند، چون این بدن ما محل سکونت روح القدسه، پس ما وظیفمون اینه که به هر نوعی که شده از بدنمون مراقبت بکنیم. جای نه این دوستان برمیگردیم. مرسی سارا جون. مرسی. توجه کردید دوستان، معمولا ما یه هنرپیشه‌ای یا خواننده‌ای رو برای خودمون به عنوان یه رول مدل برای فشن، مد، استایل صورت و نمیدونم مو، آرایش اینا انتخاب میکنیم، میخوایم که همه چیزمون شبیه این شخص بشه که البته خب خوبه اینجوری پیروی کردن، میبینیم رنگ ها رو، مدل ها رو، ولی همه ما یه فرم صورت به خصوصی داریم و نمیشه که خصوصا تو ایران خیلی میپرسن مد چیه الان. خب مد هرچی که هست، ولی ما فرم صورتمون، رنگ پوستمون، زل و زاویه صورتمون با مد نمیشه همیشه که تطبیق بدیم که چی میخوایم. خصوصا من همیشه این گرفتاری رو دارم که مثلا میان یه عکس برای من میارن، میگن که موهای منو همین، خب حالا اون مدل پیشونیش خیلی بلنده، چتری داره یا پیشونیش کوتاهه، بعد شخصی که این عکس رو آورده کاملا صورتش متفاوته. درسته که روی هنرپیشه ها آرایشگرایی متفاوتی کار میکنن، واقعا مطالعه میکنن، ولی فقط اون نیست که شما مثل اون در نمیاد صورتمون، صورتتون، دلیلش صورت خودتونه. بله. فرم صورت خودتون، پرپشتی یا کم پشتی یا لختی یا فری موهای خودتونه. خوبه که ما بشناسیم فرم صورتمون چجوریه. ما چند تا عکس اینجا آماده کردیم، الان ببینید. مثلا ایشون فرم صورتش چهار گوشه، ولی واقعا من نمیدونستم این چهار گوشه، به نظرم گرده. نه، فرم صورت چهار گوشه، چون اگه پیشونیش رو نگاه کنید کلن صاف میاد تا حدود اون چونه ها، پیشونی که صاف میاد، اون خط صورت که صاف میاد، اون دیگه صورت چهار گوشه. عکس دیگر ببینیم، این صورت صورت لوزی هستش، چون گونه ها نسبت به پیشونی و اون زاویه چونه بیرون تره. درسته. اینجا الان این صورت لوزی هستش و ایشون صورتشون مستطیله. چرا؟ چون فاصله بین چشمات تا چونش رو ببینید خیلی بلندتر از فاصله بین چشمات تا پیشونی هستش. اصلا پیشونیش هم بلنده. بلنده. بله. و ایشون صورتشون صورت قلبه، چون دو گوشه پیشونی
یا شقیقه ها ارزش خیلی بیشتر از اون نهایت چونه هستش و از روی گونه ها هم این خط به صورت پایین میاد که به چونه وصل میشه. الان همه تون یه آینه اگر تو دستتون داشتیم میتونستیم بگین که صورتتون چه فرمیه. حالا شما بگین صورت من چه فرمی داره. خودتون بگین. این صورت صورت گرده. صورت گرد هم میبینید که کلن زاویه خیلی تیزی نداره هیچ جا و چونه هم کوتاه تره. اینجور صورت ها صورت های گرد هستن و این صورت صورت بیزی هستش. صورت بیزی هم تقریبا مثل صورت گرد زاویه تیزی هیچ کجای صورت نداره، فقط بلندیش از پیشونی تا چونه نسبت به صورت گرد اون کشیده تره صورت بیزی. حالا میدونید که در دنیای آرایش و میکاپ و مد بهترین صورت، نه اینکه از لحاظ زیبایی و زشتی، نه، کامل فرمش. ترین فرم چه فرمی هستش؟ گرد؟ نه، یه چیز دیگه هم، فرصت دیگه هم دارین هست. بیزی. بله، دقیقا. صورت بیزی کامل ترین فرم صورته که برای اون صورت هر نوع آرایشی، هر نوع مدلی برای کوتاه کردن مو. فکر کنم صورت من باشه. شما صورتت بیزی گرده. خوبه. بیزی خوبه. پس توی برای انتخاب کردن مدل ها اکثر یا مدل های با صورت چارگوش انتخاب میکنن یا بیزی که این درسته. صورت برای تقریبا برای هر مدلی مناسبه. پس خوبه که حالا من به امید خدا یه بار توی یکی از برنامه بهتون میگم که اصلا چجوری اندازه بگیرید که از چه زاویه پیشونی و گونه ها و چونه. این فرم ها خیلی مهمه که ما فاصله ها رو در نظر بگیریم، آرایش هامون و مدل مامون رو از روی اون اندازه های مقدار پیروی کنیم. درست میگین شما، اگر که بدونیم واقعا که مثلا گونمون چطوریه، این زاویه ها چطوریه برای آرایش کردن، خیلی خوبه. چون بعضی ها رو میبینی اصلا یک دفعه مثلا این رژه گونه شون انقدر وحشتناک شده که متاسفانه خب به خاطر اینکه نمیدونن یه جای اشتباه میزنن. اگر نباید روی درست وسط صورت باشه، باید روی بیشتر طرف عقبتر برین. اینا خب تکنیک های آرایش هست که اصلا کلن ما آرایش رو برای این انجام میدیم که زیبایی رو بیشتر نشون بدیم و احیانا اگر ایرادی هست که هیچ کدوم از خانم ها ندارن اونا رو قایم کنیم. نه چرا نداری؟ من امروز بیدار شدم زیر چشمم باد کرده، ایشون کاور کردن، درست کردن، شما الان نمیبینید. حالا حدس بزنید کدوم چشمشون بودن. حدس بزنید کدوم چشم. واقعا اینا فوتوفنایی هستش که ما خانم ها با کوچکترین تکنیک میتونیم اون زیبایی رو که خداوند به همه ما داده قشنگتر نشون بدیم و احیانا اون چیزای ضعیف رو کمرنگ‌تر کنیم که هم خودمون لذت ببریم از تماشای خودمون هم دیگرانمون. مرسی آرمین جان، خیلی عالی بود. امیدوارم شما عزیزان هم لذت برده باشین. با ما باشین، برمیگردیم. انتشارات رکورد جهانی انگلیس چند پیش راجع به آقای صحبت میکنه که 101 سال و 38 روزش بوده و این آقا خواسته کاری بکنه که رکورد رو بشکنه، ولی هنوز توی این کتاب ثبت نشده، ولی فقط راجع بهش صحبت کردن. این آقا آقایی که 101 سال و 38 روزشه و سرباز قدیمی بوده که در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم فکر میکنم سربازی میکرده و در این سنش خواست تصمیم گرفته که از هواپیما بپره و این از 10,000 پایی تو همین سن 100 و... بله تو همین سن 101 سالگی بپره و رکورد رو بشکنه. حالا با هم دیگه میریم قسمتی از این ویدیو رو نگاه میکنیم و بعد بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بله همونطور که میبینید
این آقای 101 ساله ما چقدر هم عالی اصلا سربال بهشون و نمیاد بله 101 ساله خیلی هم باشن. سلامت و خوب و میخواد از هواپیما بپره و میگه که بسیار خوشحال هستم که میخوام این کارو بکنم و اصلا منتظر این لحظه هستم که از هواپیما بپرم و این رکورد رو برای خودم به جا بگذارم. و این آقا اسمشون هستش وردن هیز. وردن هیز و میبینیم که توی این هواپیما میره و من الان دلشوره گرفتم اینجا نشستم ولی خب میدونین که خیلی چند نفر هستن دور و برش که مواظبش هستن و همینطور با یک معلم و با معلمی میپره و چقدر خوشحاله و وقتی که روی زمین پاش به روی زمین میرسه تمام فامیلش اونجا بودن، از نوه و نبیره و ندیده و همه این بچه ها اونجا بودن. البته سارا جون سرعتش به این ملایمت نیست، میدونین از اون بالا میان با چه سرعتی میان؟ بله خب این یه مقداری دیگه من دلهوره ادیت شده بله. نه و میاد به سلامتی روی زن. بله اینجا میبینین که همه خودش مواد با معلمش و همه فامیلیش دور و برش هستن و بسیار خوشحاله و میگه اصلا احساس بسیار بسیار جالب و زیبایی داشته وقتی که از اون بالا به پایین میومده و بهش میگن تو بازم میخوای این کارو بکنی؟ میگه حتما، میگه حتما من این کارو میکنم و میبینین که فامیلیش همه اینجا هستن. خیلی جالبه که این آقا وقتی به ترست غلبه میکنی این هیجان واقعا من تجربه کردم، یه هیجانیه که یعنی شما پریدی؟ هواپیما نه، خیلی کمتر از اون زیپلاینینگ. زیپلاینینگ میدونی که مثلا از یه کوه با بله حالا واقعا میخوام راجع به همینم الان یه چیزی براتون بگم. بفرمایید شما بودین زیپلاینینگ؟ نه شما بفرمایید. آخه میدونین من خیلی ترسوام از ارتفاع و از سرعت، خیلی میترسم و انجام این زیپلاینینگ برای من انگار فتح تمام ناشدنی های دنیا بود و جالب. اون هیجان، اون احساس رضایتی که من از این زیپلاینینگ به من دست داد، باور کن اصلا این تجربهش عالی بود، عالی بود و چند یه ماه دیگه هم خواهم برم حتما. چقدر عالی. حالا من اعتراف باید بکنم اینجا، ما هر سال از طرف کلیسا برای یه سمینار 3 روزه میریم و اونجا نزدیک خونه ما یه منطقه هستش که کوه و جنگل و این چیزا داره و میریم 3 روز اونجا، خانوما هستن و بسیار بسیار پربرکته و اونجا تفریحات مختلفی هم هست و یکی از این تفریحات این زیپلاینینگ بود و من از قبل به خودم گفتم من میخوام برم، حتما باید برم و من میخوام این کار انجام بدم. رفتم بالا، حالا چه احساسی هم به خودم دست داد، لباسو پوشیدم، این تمام کلا کامرا دوربینم گذاشتم رو سرم که میخوام برم، ولی رفتم اون بالا و از اون بالا واقعا این عظمت زیبایی خدا رو که میدم یک اصلا ترسی به ترسی به من ورداشته بود که من حتی نمیتونستم روی اونجا بیستم و واقعا به اون خانم میگفتم، چشامو بسته بودم و بهش میگفتم منو ول نکن، منو از اینجا ببر، هرچی میگفتن نگران نباش، هیچی نمیگفتم اصلا، یعنی یک حالت بدی داشتم نمیدونم چرا. ای کاش رفته بودی، چون همون لحظه که پا تو از روی زمین جدا میکنی همون یک لحظه است، بعد دیگه بقیهش فقط لذته. شنیدم ولی فکر میکنم باید همین کار دوباره انجام بدم، ولی به هر حال اینه که من واقعا افتخار میکنم به اون آقای 101 ساله. به منم افتخار کنی. شما که دیگه 100%، شما که دیگه 100، شما خب خیلی جوان هستی، نصف عمر اون آقا هم نداری. هر سو هم دیگه. ولی من خودم واقعا برام خیلی سخت بود و نتونستم این کار رو انجام بدم، ولی میخوام که یه کاری بکنم که دوباره این رو انجام بدم و این تجربه رو به دست بیارم. واقعا بله دوستان، به ترساتون سعی کنید غلبه کنید، حتی کوچکترین قدم ها این واقعا یه احساس رضایت به آدم میده، اون هیجان فکر کنم 10 سالی آدم رو جوانتر میکنه. راست میگی، پس باید دارم حتما. مرسی سارا جون، واقعا من الان اینجا هیجان زده شدم به خاطر پرش این آقای 101 ساله. با ما باشید دوستان، برمیگردیم.
دوستان، کلن زندگی ما پر از اهداف هستش، پر از هدفهای مختلفی که داریم. اگر غیر از این باشه زندگی انگار فایده ای نداره و تازه خیلی هم کسل کننده است و شاید هم بعضی به خاطر همینه که سردرگمن و نمیدونن چه کنن و بعد خسته میشن. واقعا دیپرشن، افسردگی یکی از دلایلش همینه که ما هدفی نداریم، دنبال چیزی نیستیم. حالا یا بهش با موفقیت کامل میرسیم که خیلی هم خوبه، امیدوار میشیم، جشن میگیریم، یا نمیرسیم، پس تلاشامون و راهامون رو عوض میکنیم، کارامون رو عوض میکنیم تا به اون اهدافمون برسیم. ولی یه چیز خیلی مهم سارا جون اینه که وقتی هدفی داریم، حتی کلام خدا هم پولس رسول چقدر خوب توضیح داده که یک دونده میخواد که به هدف، به مقصد برسه، حالا دیر یا زود، مهم اینه که برسه. پس این رسیدن به هدف رو روش ما بیشتر متمرکز کنیم تا مشکلات راه رو، تا اون سنگ هایی که توی راهمون هست. و وقتی که تمام تمرکز ما روی هدف هست، مشکلات به اون صورت بزرگ به نظر نمیان، یا اصلا نمیبینیم. شاید بعضیارم به قول شماها همچین از کنارش رد میشیم و نمیبینیم. شاید وقتی به عقب برگردیم بگیم ای اینا بوده، من از این گذشتم واقعا و من توجه نکردم. یه ویدیو هست با هم ببینیم از خواهر ریتای عزیز، بعد دوباره صحبت میکنیم. در سال 1952 یک شناگر معروف آمریکایی به اسم فلورانس چادویک تلاش کرد که مسافت بین جزیره کاتالینا و شهر لانگ بیچ رو در کالیفرنیا شنا کنه. آب‌های اقیانوس خیلی سرد بودند. کوسه‌ها در اطراف شنا می‌کردند و چندی بعد مه غلیظی هم روی دریا حاکم شد. دیگه ساحل رو اصلا نمی‌دید. بعد از 15 ساعت شنا بالاخره از ادامه تلاش خودش ناامید شد. مادرش توی اون قایق بغلی خیلی سعی کرد که او رو تشویق کنه که به شنا ادامه بده، ولی اصلا به اون توجه نکرد. بعد که سوار قایق شد، میدونی چقدر فاصله مونده بود؟ فقط 1 کیلومتر. ازش پرسیدن چرا شنا نکردی؟ گفت اگر که ساحل رو میتونستم ببینم، به شنای خودم ادامه میدادم. ما بعضی وقتا به مشکلاتمون بیشتر نگاه میکنیم تا به هدفمون که عیسی مسیحه. به او توجه کنیم، چون او در هدف، او هدف ماست و در ساحل مقابل وایستاده و ما رو دعوت میکنه. پولس میگه که برای شما دعا میکنم که چشمان باطن شما روشن بشه و ببینید که خدا چه برکاتی رو برای آینده ما در نظر گرفته و چه ارثی رو برای ما آماده کرده. وقتی که ما میذاریم که فقط به مشکلاتمون فکر کنیم و به اونها نگاه کنیم و به مسیح نگاه نکنیم، زود ناامید میشیم. اگر در مشکلات و سختی ها هستید، به مشکلات خودتون نگاه نکنید. اگر در بیماری ها هستید، به بیماری خودتون نگاه نکنید، بلکه به هدفتون نگاه کنید. هدف ما در آسمان، عیسی مسیح که زنده است و همیشه همراه ماست و ما رو دوست داره و شرایط زندگی رو میتونه به نفع ما تغییر بده و ما با ایمان به همین چیز وایستادیم. این در ما امید تولید میکنه و ما میخواییم امیدوار باشیم که به زندگی خودمون ادامه بدیم. پس این رو هیچ وقت فراموش نکنیم. چقدر عالی، نه؟ خیلی، ببینید خیلی. وقتی این شناگر، اگر که تمام حواسش و تمرکزش به اون هدف بود، واقعا از این موانع، از اون طوفان، از اون ابرها هم رد میشد، دیگه رسیده بود، دیگه چیزی نمونده بود که به هدف برسه. البته قبل از برنامه هم صحبت میکردیم با شما، مشکله این، درسته که واقعا بعضی وقتا یه ترسایی وارد زندگی آدم میشه که همونجا میگی تسلیم، دیگه نمیتونم به جلو برم، دیگه نمیتونم ادامه بدم. اینا رو هم میشه فهمید، ولی خستگی چی؟ خب شاید خسته شده بود دیگه اون خانم، دیگه نمیتونست بکشه. خب خودش میگه ترسیده بوده از اون طوفان، اون ترس برش غلبه کرده که مبادا تو این طوفان من اصلا مسیر رو نبینم، در صورتی که درست داشته میرفته. و
ولی خب چیز نداشته محافظ؟ محافظم بود ولی ابرا به قدری سنگین بودن. ولی میدونی خیلی وحشتناکه. واقعا وحشتناکه. دریا اصلا این خوف خیلی بزرگ وقتی ابر میاد و مه میشه. من توی کشتی قایق بهتر بگم بودم و این حالت دست داده. واقعا وحشتناکه. یک آن حس میکنی اگه من به بیراه رفتم من بودم با شوهرم بچه هم بودن بعد با پسر خالم اینا رو توی قایق بودیم میترسی که اگه رفتیم دیگه رفتیم دیگه برگشت نیست. ولی خب کلن توی زندگی خوبه که به چون کلام خدا هم میگه مشکلات نمیتونن بیشتر از صبر و توانایی ما باشن. پس به کلام خدا اکتفا کنیم، امیدوار باشیم، به خداوند اعتماد کنیم و به هدفمون نگاه کنیم. درسته. که چه میدونی خیلی سریعتر خیلی زودتر از اونی که ما فکر میکنیم به اون هدفمون برسیم به لطف و به فیض خداوندمون. خیلی عالی، مرسی آرمین جان، دستتون درد نکنه و امیدوارم که شما عزیزان هم از این ویدیو برکت گرفته باشید. بله دوستان عزیز، یادتون باشه که ما هم منتظر نظرات، عقاید و حتی سوالهای شما از طریق فیسبوک هستم. یا ارتباطات دنیای مجازی هستیم. با ما حتما در تماس باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. خدا نگهدار.